شخصی ادعا دارد امام زمان رو میبیند، نمازخون اهل بیتی نماز امام زمان هر شب میخوند، به گفته خودش اینها رو چگونه شخصی هست ایشون؟ عرض شود در مورد تشرف به محضر مقدس حضرت صاحب الزمان علیه السلام، چیزی که یعنی اون مسائلی که باید باز بشه، اولا راه تشرف به محضر مقدس امام زمان علیه السلام بازه، اما دست هیچ احد الناسی نیست مگر خود امام زمان علیه السلام. یعنی هیچ احد الناسی نمیتونه این توانایی، این اختیار تا قبل از ظهور امام زمان به هیچ احد الناسی داده نشده که خودش هر وقتی که میل کرد، دوست داشت، بره خدمت امام. اما این اجازه رو خدای تعالی به امام داده و امام به عنوان خلیفه خدای تعالی این اجازه داره که خودشون هر زمان به هر کسی طبق هر مصلحتی صلاح دونستن اجازه تشرف رو بدن. و لحاظا میبینید که در کتب مختلف تاریخی، در حالات بزرگان شیعه، مراجع و اعاظم بزرگی از شیعه هستند که حالا یه بار چند بار به هر حال خدمت امام زمان علیه السلام مشرف شدن. مردم عوام شیعه هستند که این حاج علی بغدادی که در کتاب مفاتیح الجنان هم قضیه تشرفشون هست، ایشون بی سواده، حتی سواد خوندن و نوشتن رو نداره، به محضر مقدس امام زمان علیه السلام مشرف شدن. از این بیشتر شما وقتی برید میبینید که از دیگر ادیان و مذاهب هستن افرادی که خدمت حضرت صاحب الزمان علیه السلام مشرف شدن در طول مدت زمان غیبت کبرا. بله. پس این امکان هست، چون دشمنان اهل بیت کلن این امکان رو رد میکنن. بله. از اون بالاتر میگن اصلا دنیا نیومده امام زمان علیه السلام. بله. یک بنده خدا که الان از شخصیات هم هست، یک شخصیتی برای خودش، ایشون منکر امکان تشرف به محضر مقدس امام زمان علیه السلام بود. من وقتی رفتم ببینم که این مثلا حرف حساب شیعه، بعد من دیدم که نه، ای اصلا خود شیعه است، اصلا چیزه قبول نداره که دنیا اومده. یعنی اینجور افراد، این انحراف تا این حد، افراطگری. بله، این یه مسئله. بله. مسئله بعد که در کنار این باید مطرح بشه، این ببخشید طول میکشه، لازمه. همون لازمه. تشرف به محضر مقدس امام زمان علیه السلام دلیل بر مقام هیچ شخصی نیست. این نیست که اگه کسی خدمت امام زمان علیه السلام مشرف شد حتما یک ولی خدایی بوده، حتما یک مقامی داره، مؤمن مثلا اعلی درجه. نه، ابو سفیان هر روز پیغمبر رو میدید. بله. این دشمنان اهل بیت هر روز امام زمانشون رو، پیغمبر رو، این علی بن ابی طالب و اینا میدیدن. دیدن امام زمان، تشرف به محضر حضرت صاحب الزمان، خب حکمت‌هایی داره. یکی از بزرگترین حکمت‌هاش اینه که اثبات وجود شریفشونه، که دشمنان اهل بیت، اسلام خارج از صراط اهل بیت، نتونن بگن که هنوز دنیا نیامده، نتونن برن یک مش خزعبلات رو بنویسن که مثلا به اصطلاح خودشون بخوان ثابت کنن که اینها توهم و اینهاست. و به عنوان نکته آخر عرض کنم که تشرف به محضر مقدس امام زمان همچین مسئله شاق و پیچیده‌ای هم نیست، برای ما یه خورده بعضن سنگینه. وگرنه شما در تاریخ رجوع کنید، ائمه قبل، در تاریخ زندگی حضرت رضا علیه السلام رو بخونید، تاریخ زندگی حضرت امام صادق علیه السلام رو بخونید، ائمه قبل خودشون بلند می‌شدن می‌رفتن دید و بازدید منزل شیعیان، نه اینکه شیعیان برن اونو. امام متواضع، امام خلیفه خداست، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که در یک جمعی می نشستن اصلا هیچ کسی متوجه نمی شد که کدوم پیغمبر، اگه نمی شناخت، اینقدر متواضع با مردم برخورد می کرد. حالا نمیشه این تصور رو داشت با شرایط فعلی که امام زمان ما در غیبت هست و دیدنشون برای هر شخصی حالا ممکن نیست. آره ممکن نیست.
نمیشه این تصور رو داشت که اگر کسی هم اعلام میکنه امام زمان رو دیده، یعنی لیاقت دیدن امام زمان رو پیدا کرده. چون اگر خیلی عادی بود که هر کسی بتونه ببینه دیگه، آخه این بحث زیاد طول میکشه. چرا داره به غیبت بود؟ نه ببینید، این بحث زیاد طول میکشه اگه بخوایم باز کنیم، اما اگه باز کنیم جلو بریم آخر به این نتیجه میرسیم تشرف به محضر امام زمان علیه السلام ربطی به لیاقت اون شخص نداره. الان عمده علت این که بعضی هستن محکم وایسادن و انکار میکنن که کسی بتونه خدمت امام زمان علیه السلام برسه همینه، میترسن حسودیشون میشه، نکنه یک کسی خدمت امام زمان برسه بعد مردم بگن اون چه آدم خوبیه ما آدم بدی باشیم.